دوستان درود بر شما دیرینگی نوروز بیش از دیرینگی تاریخ ایران است سالها پیش از روزی که زندگی آریایی ها در این سرزمین اهورایی آغاز شود نوروز زاده شده بود و برای این مردم آزاده دلیل شادی سرزندگی و امید بوده است امروز نیز از پس سپری شدن هزاران سال ایرانیان در سر تا سر جهان به مانند گذشته همچنان به نوروز عشق میورزند و آن را با شکوه جشن میگیرند نوروز انگام نو شدن دل هاست، هنگام سپاسداری از داده های اهورایی است. از این روی زرتشتیان نخستین روز سال نو را با رفتن به نیایشگاه ها و خواستن آرزوهای خوب برای همه مردم دنیا آغاز می کنند و از اهورام هزدا سالی پر از آرامش، سالی پر از شادی و تندرستی، سالی پر از فراوانی آرزو می کنند. زرتشتیان با نگرش به این باور سنتی که برای شادی و خوشنودی فر و هرهای در گذشتگان خود که از روز پیش از نوروز به زمین و جایگاه پیشین خود فرود خواهند آمد آماده پذیرایی از آنان خواهند شد به همین باور انگیزه از چند روز پیش از روز نوروز خانه ها و جای زندگی خود را پاک می سازند. در آتشدان خانهشان آتش می و کندر و چوب صندل بران می نهند. اود می سوزانند و با پراکندن بوی خوش در هوای پیرامون زیستگاه خود مهر و دوستی را در خانواده و محل زندگی خیش افسون می سازند زرتشتیان در فرهنگ سنتی خود در شب پیش از آغاز نوروز زمانی که تاریکی با پسین شب سال در برابر سپید دم نخستین روز بهار رنگ می بازد با افروختن آتش بر بالای بلندی ها و یا بام خانه ها بازگشت فروهرها از زمین را بدرقه کرده و با نیایش و خواندن بخشهایی از اوستا خوشنودی روان و فروهر درگذشتگان را فراهم میسازند برای پیشواز از نوروز و فراهم کردن نیازهای خانواده در زندگی زرتشتیان جایگاه و نقش مادر پررنگتر و نمایانتر است خانه تکانی و پاک کردن گرد و خاک از چهره خانه آماده کردن آجیل و شیرینی نوروزی و تهیه پوشاک نو برای فرزندان از آینهای پیش از نوروز است بیشتر خانواده های زرتشتی در یزد، کرمان و شهرهای دیگر همچون گذشته خوراکی های نوروز و نمادهای سنتی نوروز را آماده و بر سفره هفت سین میگذارند از چیزهایی که وجودش در سفره نوروزی جلوه ویژه دارد و زرتشتیان یزد به آن میگویند سبز است دلیل سبز کردن رویدنی ها در خانه به هنگام نوروز آن است که جان گرفتن دانه ها و رویش گیاهان را در نوروز و تازه شدن زندگی را در بهار یادآوری می کنند. در روسته های زرتشتی نشین که درست کردن خوراکی های سنتی آسان تر است، خیشان و همسایه ها به ویژه بانوان زرتشتی در آماده سازی مراسم پنجه و نوروز و تهیه نان و خوراکیهای های سنتی به نوبت در خانه ها گرده هم می آیند و در آماده سازی آنها یکدیگر را یاری می رسانند. زرتشتیان برای گستردن سفره نوروزی به جز نمادها و نان ساده نمونه های دیگر نان، حلوا، کماج و خوراکی های سنتی نیز فراهم می کنند. در برخی از روستاهای استانی است به هنگام پسین روز پیش از آغاز نوروز شاخه های از هیزم و چوب را که از پیش گرد به پشت بام می برند. مادر و بانوی خانه افزون بر هیزم تاسه آب و بشقا بشش و شاخه های مرد را همراه با چراغ روغنی یا نفتی روشن و از سینی میوه با خود به بالای بام خانه می برند. به هنگام سپید دم موبد مسئول آتشکده کده با به صدا در آوردن زنگ آتش کده و روشن کردن هیزم بر بالای بام آغاز بازگشت فروهرها از زمین و نیز آغاز نخستین روز سال نورا گزارش می دهد. بانوی خانه برکای خشک آویشن را روی آب درون تاس می پاشد تا آن را خوش بکند. سپس آن را گرد گرد بام خانه می ریزد. او شاخه های مرد را بر بالای سردر خانه روی دیوار پشت بام می گذارد. سنگ و آجوری نیز بر روی ساگاه های آن می نهد تا باد نتواند آن را از جای بردارد. یکی از زرتشتیان از که در روستا زندگی می کند از آتش روزی بر بام ها در گذشته چونین می گوید. در آن زمان ها پیرمردها در پشت بام خانه ها به صورت پراکنده با ساز و دفع آواز این مراسم را برگزار می به یاد می آوردم که در آن زمان ما خیلی دوست داشتیم که نیمه شب از خواب بیدار شویم و صدای گرم آنها را با صدای دف، ساز و سرنا به صورت زنده بشنویم. اما امروز چون آنها دیگر زنده نیستند ما این موسیقی را پخش میکنیم و هدف ما زنده نگه داشتن این سنت است اما در سفره نوروزی زرتشتیان افسون بر نمادهای مادی از امشاسپندان میوه لورک یا همان میوه خشک چیزهای دیگری هم هست همچنین کماج شیرین نان شیر و چند نمونه شیرینی خانگی را در سفره نوروزی جای میدهند نوشته آینی اوستا یا گاتها را در کنار آینه و گلابدان پر از گلاب میگذارند، چند تخم مرغ ساده و رنگ کرده را هم که نشان باربری میدانند روی سفره میگذارند جامی از چند گونه خشکبار مانند برگه هلو میوه خشک آلبالو آلوچه با دانه های ترش زرشک را که روز پیش از آن در آب خیز خورده شده نیز در سفره میگذارند کاسه از پالوده خانگی همچنین پسته فندق بادام کاغذی تخمه کدو تنبل و مغز بادام را که از پیش بودادند را در اون ظرفی که با طراحی ویژه و زیبا از پارچه ابریشمی گلدوزی شده و به رنگهای شادست میریزند و به عنوان آجیل در سفره نوروز میگذارند همچنین ظرفی از نقل بشقابی از میوههای گوناگون به ویژه انار سبزی خوردن پنیر و چند برگ کاهو هم سفره نوروزی زرتشتیان را زینت میدهد هفت سین به باور زرتشتیان بایستی از داده های گیاهی باشد از این روی بیشتر زرتشتیان بر سفره نوروزی خیش سیب سبزه سماق سمنو سرکه و سیر را میگذارند به باور سنتی زرتشتی همه اهل خانه به هنگام آغاز سال بایستی پاکیزه باشند بنابراین پیش از آن سر خود را میشویند لباسهای نو پوشیده و پیرامون سفره هفت سین جای میگیرند چند دقیقه مانده به آغاز سال با اشاره پدر خانواده همه با هم سرودهایی از اوستا را که در سپاس و ستایش اهورام هست و با ستایش زندگی و آفریده های نیک اهورایی است زمزمه می کنند. اندکی پس از نو شدن سال نخست بانوی خانه آینه و گلاب را از سفره نوروزی بر می دارد و گلاب در دست هر یک از اعضای خانه می ریزد و همزمان آینه را روبروی چهره آنان می گیرد تا روی خود را در آن ببیند. و این کار را از سال خورده ترین فرد خانه آغاز می کند و با این کار نوروز را به هر کدام از آنان شاد باش می گوید. آنگاه پذیرایی نوروزی نخست با نقل و سپس با دیگر ها آغاز می شود. پس از آن پدر خانواده به باشندگان سکه یا اسکناس نو پیشکش می دهد. سپس همه جشن نوروز را شاد باش می گویند و با اندکی از خورکه های درون سفره پذیرایی می شوند و سال نو را با شادی آغاز می کند. در فرهنگ و باور زرتشتیان شایسته تر از دان نخستین روز سال نو همگان به آتشکده یا نیایشگاه محل زندگی خود بروند تا روز نو و سال نو را با همبستگی در جایگاهی برجاوند و پرفروغ با نیایش به درگاه خداوند جان و خرد آغاز کند. در روز نخست سال نو خانواده درگذشته در خانه میمانند و به دید و بازدید نوروزی نمیپردازند. در آغازین روز بهار بستگان درگذشته به خانه آنها می آیند جا سبز باش می و بدین گونه یاد درگذشتگان گرامی داشته می شود دید و بازدید های نوروزی از نخستین روز فروردین ماه آغاز می شود نخستین دیدار نوروزی از خانواده آغاز می شود که سال پیش در داشته باشد بر روی سفره نوروزی که مهمانان گرداگرد آن می نشینند عکس درگذشته معمولا در کنار سبزه نوروزی جای دارد این آین جا سبز باش برای کسی که در سال نو در میان خانواده نیست و در کنار دید و بازدید آرزوی تندرستی و دلخوشی برای میزبان دارد. فرزندان برای دیدار نوروزی و شاد باشه این جشن به بزرگترها نخست به خانه پدر بزرگ و مادر بزرگ پدر و مادر می روند. و پس از آن آین دیدار و شاد باشگوی نوروزی به خیشان و آشنایان به باور سنتی تا 21 فروردین ماه ادامه می آبن. و اما ششم فروردین زاد روز آشوزرتشت است. روز ششم فروردین از ماه فروردین در گاه شمار زرتشتی خورداد نام دارد. در این روز زرتشت پیامبر ایرانی از مادر زاده شد و در سن سی سالگی در همین روز به پیامبری برگزیده شده است. آنچه در بابر زندگی زرتشت از موتون اوستایی برمیآید این است که او از خاندان سپتیمه یا سپتامه بوده است. نام پدرش پور و شسب و نام مادرش دوغدو و نام پدر بزرگش هیچ تسب بود است. او در کودکی آموزش های دینی را می بیند. در گات خود را از طبقات روحانی نامی برد. روایات چنین است که از هفت سالگی تا پانزده سالگی نزد خردمند و پارسایی بزرگ اصول دین را فرا می زرتشت جوان در جنگی که میان ایران و توران در می شرکت می پس از بایان جنگ اندیشههایش او را به سوی خلوت گزینی و تفکر می برد. در این هنگام 20 سال است. پس مدت ده سال در انزوا به تفکر می تا آنکه به حقیقت و راز هستی پی می برد و شایسته همپرسگی از سوی خدا می شود. در گاه شماری سنتی زرتشتیان سیزده همین روز از ماه فروردین تیریا تشتر نام دارد. ایزد تیریا تشتر که یکی از یشتهای گوهن به نام تیریشت نیز برایش سروده شده است، ایزد باران است در باور ایرانیان باستان پس از برگزاری مراسم نوروزی و هنگامی که سبزه از زمین می روید و گندم و حبوبات سبز می شدند در روز سیزدهم که ویژه ایزد باران بود مردم به دشت و صحرا و کنار جویبارها می رفتند و به شادی و پایکوبی می پرداختند و از خداوند آرزوی باران می کردن. اکنون هم زرتشتیان از بامداد تشتریزد. و فروردین ماه سفره نوروزی را برمیچیند خوراکی ها و مقداری آجیل و شیرینی های بر جای مانده در سفره نوروز را با خود به طبیعت برده و سبزه های سفره هفت را با خود به دشت و صحرا برده و کنار چشمه های آب های روان رها می کند پیوند مستقیم نوروز با طبیعت دگرگونی های جوی و ستاره در این زمان رهایی از شب های سرد و بلند زمستان برابری شب و روز و آغاز فصل کشاورزی دلایل دیگری هستند که دوام نوروز در درازنای تاریخ را ممکن ساختند. بدین ترتیب جشن نوروز با وجود دگرگونی های اعتقادی و اجتماعی در منطقه همچنان در خاطره فرهنگی گروه های ایرانی بر جای مانده است. برای زرتشتیان ایران نوروز یکی از مهمترین آین دینی و ملی است. امروز شاید در همه کشورهایی که در آنها نوروز برگزار می شود هیچ عنصر فرهنگی دیگری تا به این اندازه قادر به معرفی شناسه کوهن ایرانی آنان نباشد نوروزتان پیروز هر روزتان نوروز